درود بر بینندگان عزیز مردم تیوی در سراسر جهان. من پرویز مینوی هستم. امروز که من این برنامه را از طریق مردم تیوی خدمتون تقدیم میکنم، روز چهارشنبه است، 25 ماه می و برابر است با برابر است با 5 خرداد 2575. من 2575 میگم به خاطر این تاریخ ایرانیه، تاریخ ایرانیه. وقتی ما تاریخ اونو میگیم، مثلا امروز فرض کنیم که 1300 فلانه، یه خارجی میگه این 1300 فلان چه زمانشو مبدأش کیه، ما مجبوریم بگیم مبدأش اینه که یه شب میخواستن آقای محمد رو بکشن و از مکه فرار کرد به مدینه، این شد مبدأ تاریخ. خب ما میپرسن خب این مبدأ تاریخ الان که فرار یه نفر یه شب یه شب که مبدأ تاریخ نمیشه که، تولدش، فوتش، بعثتش، یه چیزی. اگر انسان‌های عزیزی که عرب‌های مکه و مدینه هستن میخوان سال رو از یه جوری در رابطه با آقای محمد شروع کنن، خب تولد محمد بگن، بگن اول سال الان دیر نشده، یه چند سال بهش اضافه کنن، مثلا فکر کنم 50 سال بعد اضافه کنن، 50 سال اضافه کنن میشه، چون محمد در 40 سالگی خودش گفت منو خدا پیغمبر برگزیده، 10 سال تو مکه بود و 13 سال تو مدینه بود که زندگیش تموم شد دیگه. خب پس بنابراین میتونن 50 سال به این تاریخ اضافه کنن، بگن تولد محمد، برای خودشون هم بهتره. ما هم که اصلا دیگه برای ما که 100 درجه بدتره، ما فرار یک کسی رو از یه مکه به مدینه که اصلا به ما هیچ ربطی نداشته و ما واقعا اصلا مسلمون نشده بودیم، ما اونو مبدأ تاریخ خود رو بدونیم. ما ایرانیان که 1200 سال آقای نیمی از جان بودیم و آقای بودیم که دانشمندان بزرگ دنیا مثلا ولتر، دکارت، نیچه، اینا معتقدن که اصولا کشور به معنی واقعی از حکومت کوروش شروع شده. حالا میگم کشور به معنی واقعی، بلکه مثلا فرض کنیم که قبل از کوروش خب پادشاهان زیادی بودن، ولی این همه جا سنگ‌نوشته‌ها رو می‌بینون اینجوریه، رفتیم فلان شهر همه کس را کشتیم، همه خونه ها را خراب کردیم، هیچ دیواری رو استوار نذاشتیم و اومدیم. خب این کشورداری نیست که، این غارته. یعنی یک شهری بوده، یه سری مردم اونجا بودن، یک به اصطلاح پادشاهی بوده یا یه حاکمی بوده یا سردسته‌ای بوده و یه سری ارتش داشته و یه سری مردم اونجا کار میکردن، هر وقت غذا کم میشده، مواد غذایی، پول اینا کم میشده، میگفتن یالا حمله کنیم به این 100 کیلومتر 200 کیلومتر میرفتن به شهر بدبختی که مردمش یه دفعه مثلا شب خوابیدن توی رخت خوابشون ساعت 2 نصف شب حمله میکردن، همه آدما رو میکشتن، گاو و گوسفند و مواد غذایی رو برمی‌داشتن میآوردن. این کشور نیست، کشور اینه که از زمان کوروش و داریوش شروع شد، یعنی تأسیسات کشوری داره، امنیت میده به مردمش. یعنی اون که در صدر نشسته اگر به یکی از شهرهاش حمله کردن میره میجنگه با اون که حمله کردن. این تاریخ، یعنی تا به نظر من تاریخ کشورداری منطقی دنیا از اونجا شروع میشه. حالا مثلا شاید ما ایرانی یه ذره قلوب میکنیم، ولی دیگران هم همین حرفا رو گفتن که این از اینجا شروع میشه. برحال این هست. حالا من یک داستانی رو براتون تعریف کنم که من خودم شاهد این داستان بودم و البته من هرچی میگم می‌نویسم که تکرار نشه، که مثلا یه جور نباشه. ببینید من میگم تکرار نشه براتون بگم، من دو تا برنامه تلویزیونی دارم، تلویزیون ای‌2 و مردم تیوی، دو تا رادیو دارم، رادیو ایران و استان تگزاس و رادیو مانی آقای شاعر بزرگمون میرزا آقا عسکری مانی. خب و توی دو تا مجلم مطلب می‌نویسم، پس بنابراین حواسم هست که مثلا مطلبی که توی مردم تیوی میگم توی مردم تیوی
سعی کنیم که تکراری نباشه، جدید باشه. ولی ممکنه مثلا مطلب رو یه دیگه بگم، خب این نداره، چون اون خوانندگان، اون شنوندگان، اون بینندگان یه گروه دیگری هستن. بران این داستان رو میگم، یک مقدار من اسما رو عوض کردم، این مقدار تغییرات دادم، ولی اصل داستان اینن اتفاق افتاده، یعنی چیزی نیست که من از خودم ساخته باشم. اینجوری که یک خانواده‌ای بودن، خانم خانواده اسمش نرگس خانم بود، آقا اسمش کاظم آقا بود، در ایران بودن. حالا ما میگیم نرگس و کاظم دیگه، آقا و خانم نمیگیم. در ایران بودن، ما با اینا همسایه بودیم، رفت آمد داشتیم، خیلی رفت آمدمون نزدیک بود. این خانواده آقای کاظم میگفتش که من کارمند دولتم، خودش هیچ مخفی هم نمیکرد، میگفت من درآمدم دارم، یعنی مثلا یه جورایی هم پولی هم به من میرسه، ولی اون پولی که در میآورد خرج اون زندگی نبود که مثلا ما یه خونه کوچیک داریم بفروشیم بریم خونه بزرگترش در محله های بهترش هم بخریم، یا اون خونه رو بریم یه زمین بخریم بسازیم، مثلا خراب کنیم از زمین درست کنیم، مثلا سه طبقه بسازیم و مثلا اجاره بدیم دو طبقهش یه طبقهش بشینیم. اینجور خرجا نمیشد با حقوق دولت و حتی مثلا درآمد هم که داشته باشه. این از کجا تامین میشد؟ خانم نرگس بهش یک ثروت ارثیه پدری رسیده بود. این ارثیه پدری یک تعدادی باغ و زمین بود که در یک شهر کوچکی نزدیک تهران قرار داشت، ولی خب یواش یواش که تهران بزرگ شد اون شهر چسبید به تهران، پس در نتیجه اون جایی که باغ بود الان دیگه اونجا زمین مسکونی شده بود، خونه شده بود. خب این باغ ها یواش یواش درختاش زده شد، یواش یواش تیکه تیکه شد، ولی یواش یواش فروش میره. اینا فرزند اولشون رو فرستادن امریکا و وقتی که دوره دانشگاهش تموم شد میخواست برگرده، مصادف شد با انقلاب، گفتن که نیا به جای که تو بیا ایران، ما یواش یواش بقیه بچه ها رو میفرستیم اونجا، خودمونم میایم اونجا، گاهی اونجایی گاهی ایرانیم گاهی اونجایی، به هر حال شما نه بچه ها رو ما میفرستیم. ما در این فرصت استفاده کردیم، از اینا اطلاعات گرفتیم، اینا به ما راهنمایی کردن و کمک کردن در مورد ما اومدیم امریکا. بعد در امریکا اتفاقا همسایه شدیم، یعنی همسایه نه یک کوچه ولی نزدیک بودیم و رفت آمد اون ادامه پیدا کرد. دیگه حالا شده بودیم مثل فامیل، مهمونی هر مهمونی بزرگی داشتن ما بودیم، هر وقت بچه هاشون دعوت میکردن ما هم انگار مثلا فرض کنید که یکی از بچه هاشون بودیم، ما هم دعوت میکردن، مثلا اغلب سفره نرگس خانم ما هم غذا پختنش خوب بود، هم مهمونداریش خوب بود، روی خوش داشت، همیشه مثلا روزهای تعطیل مثلا 12-13 تا اونجا جمع بودن که دو سه تاش ما بودیم مثلا با بچه‌ها. نرگس خانم یواش یواش سنش کرد بالا، چاق شد و وزنش فشارش رفت بالا، قدش بالا، وزنش هم رفت بالا. دکتر رو بهش گفتن که نرگس خانم شما باید شیرینی، ماکارونی، دیگه سیب زمینی، دیگه نون، برنج، این دو چیزا رو نباید بخورید، اون که یعنی کربوهیدرات اینا رو نباید بخورید. بعد وقتی خونش بودیم غذا میکشید، برای خودش میکشید، بچه هاش بهش گفتن مامان دکتر بهت گفته برنج نخور یا کم بخور، زیاد اون بشقابت پر نکن. گفت برو بابا پس باید هوا بخورم. بهش میگفتن بابا براکلی، کرفس، گل کلم، لوبیا سبز، اسفناج، گوشت های مختلف، گوشت گوسفند، گاو، مرغ، بوغلمون، ماهی، این همه چیزه، شما چرا همه چسبیده برن؟ گفت بدین برن من سیر نمیشم. بهش گفت بابا مریض میشی میمیری. گفت ببین همه چیز قسمته، قسمت من هرچی باشه همون میشه، سن من خدا خودش تعیین کرده، وقتی این سنم تموم شد اسرائیل میاد منو میبره دیگه، حالا من هرچی مراقبت کنم فایده ای نداره، چون سنم تقدیر و قضا و قدر از این حرفو. زمان میگذر باید بدتر میشه، هم اون زمین ها و اینا هم یواش یواش دونه دونه فروش میرفت، این پسر میخواد
در امریکا باز کنه، یه چند تا زمین فروش بره، اون یکی میخواد ماشین بخره، دو تا زمین فروش بره، اون یکی میخواد نمیدونم رستوران بزنه، یه مقدار دارم بزنه. نه دیگه وقتی که نرگس یواش یواش داشت زمین گیر میشد، دو تا قطعه بیشتر ملک نمونده بود، یه باغ کوچیکی مونده بود با یه آپارتمان، همین خونه ها و نمیدونم باغ ها و اینا همه فروش رفته بود. نرگس چون دیگه اینم من بگم که از اولی که ما این خانواده رو میشناختیم هرچی نرگس میگفت همون بود، بریم اینجا بریم، نریم اینو دعوت کنیم اینو دعوت نکنیم. گاهی کازم مقاومت میکرد، میخواست یه چیزی دیگه بگه، ولی یک بگونگو میشد، همیشه کوتاه میامد. تا اینکه نرگس داشت انگیر میشد، نمیتونست این برمار بره برای فروش این زمین، باید اینجا اونجا بری وکالت بری فلان کنی، اینا رو وکالت داد. این تیکه زمین آخر باغ کوچیکی که مونده بود بالای آپارتمان رو وکالت داد به کازمها. به بعد اینکه با کالتات انگار عوض شد، انگار این کاظم این همه سال که با نرگس اظهار محبت و اظهار کوچیکی و اظهار اطاعت میکرد همش به خاطر مادیات بود. سال امضا شد که این زمین ها به کالت داره کاظم که بتونه هر کاری بخواه باش بکنه، عوض شد اخلاق کاظم، دیگه داد میزد، فریاد میزد. نرگس زمینگیر شد، زمینگیر شد، توی یه تختی افتاده بود و یا خوابیده بود یا مثلا نشسته بود مثل صندلی. دیگه باید در کارهای روزانش کمک میکردن. حالا دیگه باید ده دفعه میگفت تا کاظم یه آب به دستش میداد، پنج دفعه میگفت تا یه غذای جلوش بذاره. حالا دیگه نرگس نمیتونست جلو، قبلا ها جلوی شعله برق شعله گاز میشد، مثلا این چهار شعله ها میشد رو صندلی کار میکرد، کاظم اینو بیار، کاظم اونو بیار، کاظم اینو بیار. دیگه حالا نه کاظم به حرفش گوش میده، نه اون میتونست اونجا بشینه. زمینگیر شد دیگه، زمینگیر. بعد شروع کرد عبادت و نذر و نیاز و فلان. بهش گفتن نرگس خانم، شما که گفتی قسمته که، شما که گفتی هر وقت وقتش باشه اسرائیل میاد دیگه، پس چرا دعا میخونی؟ گفت نه بالاخره دعا ثواب داره فلان هم یه حرفا. بعد یه روز من رفته بودم خونهشون، یعنی ماهرعی دهی رفته بودیم اونجا و کاظم و بقیه رفتن تو حیات، تصادفا من با نرگس خانم تنها شدم، نرگس خانم که دراز افتاده. بعد رو کرد به من گفت آقا مینویی، به منم گفت آقا مینویی، آقا مینویی این کاظم به من میگه که من تو رو اول تو خاک میکنم بعد خودم میمیرم. این همینطوری کرد بود، داشت گریهش میگه، منطقه جلوی گریهش هم میگرفت، نمیخواست گریه کنه، میترسید اشکاش سرازیر بشه، کاظم سر برسه دعواش کنه که تو چرا جلوی مینوی گریه کردی و اینطوری کردی. برای گذشت دیگه، اگر نرگس از خودش مراقبت کرده بود اقلا 10 تا 20 سال دیگه بیشتر عمر میکرد و ساله بود، ولی متاسفانه مواظبت نکرد و به این حال و به هر حال هر دوشون از دنیا رفتن. ببینید اینو من دفعه پیشم براتون گفتم که من وقتی به دنیا اومدم همون دقایق اول معلوم شد که من ایرانیم، از ایرانی بودن خودم افتخار میکنم. شاید اگه بگن کجایی میخوای به دنیا بیای بگم ایرانی، برای که خب ایرانی کشور بزرگیست و یک کشوریست با سابقه خیلی خوب که الان خراب شده، از وقتی اسلام اومده خراب شده، از وقتی اسلام اومد تو ایران هیچ اون روی خوش و سعادتی که مردم داشتن نداره. پادشاهانی که اومدن مردم رو چاپیدن. اگر مثلا صفویه یک کمی دووم آورده، اون صفویه هم به عنوان شیعه بودن و صوفی بودن و نمیدونم مراد بودن و نمیدونم نماینده خدا بودن و، یعنی در زمان صفویه پادشاه هم حاکم دینی بود هم حاکم مذهبی بود. شاه اسماعیل خودش رو مرشد میدونست، خودش رو چی میدونه، نوای صفی‌الدین اردبیلی بودن که صفی‌الدین اردبیلی از درابیشی بود که سپاه هم داشت، اینجوری سپاه داشت که این
میگن آقای تیمور اومد مسلمان شده بود دیگه. حالا کو مسلمان شده بود، تیمور مسلمان شده بود، اومد از اون منطقه که رد بشه شنید که یک آقای صفی‌الدین اردبیلی هست، کرامات داره، فلان داره، اله بله، اومد و رفت پلوش گفت یه چیز هم من بخوا. گفت این کسانی که تو اسیر کردی دنبال خودت به عنوان اسیری ور اون ور میبری اینا کی هم؟ گفت اینا یک طایفه هم به نام خزان باش. گفت اینا رو به من ببخش. تیمو گفت اینا همه مال تو، همه اسیرها رو داد به این. گفت مال تو. قزل باشا، قزل باش به تر... لغت ترکیه به معنی سر قرمز، سر سرخ یا سرخ سران، یعنی به خاطر این دقیقه کلاهی میذاشتن سرشون قرمز بود. 12 ترک داشت، چون اینا شیعه بودن 12 امام داشتن، این کلاه از 12 تا تیکه پارچه قرمز درست میذاشت سرشون، میگوزن قزل باشا. این قزل باشا در خدمت شیخ صفی‌الدین اردبیلی بودن و نسل به نسل بودن. حالا میگم نسل به نسل یعنی چی؟ یعنی شیخ صفی‌الدین اردبیلی وقتی مرد یک نفر جانشین شد. این خزال باشام اون رده قبلی فوت شده بودن یا زمینگیر شده بودن، بچه ها اینا بزرگ شده بودن، حالا اینا شده بودن خزال باش. بعد دوباره اون جانشین شیخ صفی‌الدین که اونم بزرگ شد و پیر شد و مرد، این خزال باشام بعد نسل سومشون اومد رو کار. یعنی نسل به نسل این خزال باشا خدمتگزار اون شیخ اون خبیله بودن، اون گروهی که از همین شیخ صفی‌الدین اردبیلی شاخه شده بودن. دارست به شاه اسماعیل صفوی، یعنی اینها همه درویش مرادی بودن که سرباز هم داشتن و این قزلباش ها سربازاشو بودن و رسید به نوبت شاه اسماعیل. شاه اسماعیل دیگه کلمه شاه رو گذاشت، با اونان شیخ صفی‌الدین بود، این شاه و بزمان شاه شاه اسماعیل هم. و اومد و تصمیم گرفت که کشور ایران رو برسونه به همون وسعتی که در زمان هخامنشیان بود و اومد کوشش کرد که نقاط مختلف رو بگیره. ازبک ها رو شکست داد، شیبک خان فرمانده ازبک ها رو بدجور شکست داد، در حالی که شاه اسماعیل مثلا شون به 17 سال بیشتر نداشت، ولی شکست داد. و بعد خودش فکر میکرد که مثلا نظر کرده است، فکر میکرد از جانب خدا بهش به ازش حمایت میشه. و بعد با عثمانی ها به جنگ، با عثمانی که به جنگ رفت، این شاه اسماعیل تصورش این بود که مثلا تفنگ گرفتن و گلوله شلیک کردن و توپ داشتن و توپ در کردن اینا جنگ جوانمردانه نیست. جنگ جوانمردانه اینه که با شمشیر و گرز و مثلا با نیزه و اینا باشه، اینجوری جنگ هست. و در این جنگ شکست بدجوری خورد شاه اسماعیل و میگن از وقتی که این شکست خورد تا آخر عمرش نخندید، انقدر این تو روگش اثر کرد. بهرحال برگردیم به اصل مطلب. در زمان از وقتی که ایرانیان به زور شمشیر مسلمان شدن، اون پدر من از ترس این که اون شمشیر عربه گردنش قطع کنه گفت اشهد ان محمد رسول الله. تایزلش هم هیچ قبول نداشت، منتا گفت. وقتی گفت دیگه نسل در نسل یواشواش به جایی رسید که دیگه مردم یه سری از خود اون عرب ها هم کاسه این داختر آش شدن، از خود عرب ها هم عربتر شدن و اومده مثلا فرق کنید که چی داره کن نگفت بودن اینا معنی و تفسیر کردن. در زمان تمام این دورهی که بعد از اسلام هست، پادشاهانی بودن که خوب بودن، نه اینکه همین پادشاه بد بودن، ولی زمان کوتاه بوده. مثلا فرض کنید کریم خان زن به سازندگی ساخته، به فکر مردم بوده، به فکر آبادانی بوده، به فکر بی‌بضاعت‌ها بوده، برای مردم بی‌بضاعت ماهیانه تعیین کرده، یعنی یه نوع بیمه اجتماعی رو مثلا میخواسته بده، ولی زمانش کوتاه بود. بعد که رفت و دیگه پسرانش همه افتادن به فرد خانواده، افتادن به جون همه، یه لطفعلی خان زن زنده بود که اونم به هر حال از آقا محمد خان قاجار شکست خورد.
به حال روی سعادت رو ما در اونجا ندیدیم. ببین زردوش میگه که میگه که مزدا مشی و مشیانه رو خلق کرد، این اولین زن و مرد رو خلق کرد و بهشون گفتش که به شما خرد دادم، شما بر اساس داد، بر اساس آبادسازی، بر اساس شادزیستی، بر اساس دهشمندی با خرد خودتون دنیا رو اداره کنید و به منم کمک کنید تا با بدی ها بجنگید. حالا اصلا من به وجود اهورامنزا اعتقادی ندارم، به وجود اهریمن هم اعتقادی ندارم، ولی بدی خوبی هستش. من امروز با یه خانومی که هستش رفتم سرم اصلاح کنم، بعد صحبت خدا و اینا شد، بعد گفت خدا بالاخره خودش همه چیزو مواظبه، همه چیزو یه راه حلی براش گذاشته. گفتم خدا یه زنم چیزش حالا یه وقتی اونجا به کار بردم، میترسم اینجا به کار بردم یه نفع بر بخورم. گفتم برحال حالا میگم دیگه، گفتم خدا انگار یه ذره کرمم داره. گفت چطور؟ گفتم این ویروس زیکار که خلق کرده، این ویروس زیکا که یک مادری که حامله است جنین تو چیکم مادر این ویروس میره اونو مغزشو کوچیک میکنه، دچار عقب افتادگیش میکنه، این کی ساخته؟ پس تو که میگه خدا همه رو دوست داره و همه کمک میکنه، بخشنده است، مهربانه، پس این زیکا رو کی ساخته؟ حالا بازم من منتقد نیستم که یک اهریمنی هست یا یک چیزی از این زیکا رو ساخته، به هر حال به وجود اومده، یه چیز بدیه، اهریمنیه. اگه اهریمن وجود نداره، رفتارهای اهریمنی وجود داره، این اهریمنیه. وقتی که تو کانادا فلان جنگل آتیش میگیره، این کار اهریمنیه. نمیگم اهریمن اومده اونجا آتیش زده، این کار اهریمنیه. کار مزدایی اینه که بریم اون آتیش خاموش کنیم. پس بنابراین اون چیزایی که زردوش میگه، من نمیگم زردوش پیغمبر بود در جانب خدا بود، نه، من اصلا نه به مزدا، نه به الله، نه به خدا، نه به نمیدونم یهوه، نه به گاد، هیچ کدوم، نه هیچ کدوم وجود نداره. یه نیروی اومده، مثلا فرض کنیم که این کره زمین و منظومه شمسی و میلیون ها منظومه شمسی در گالاکسی درست کرده، در راه شیری میلکوی درست کرده و میلیون ها کهکشان درست کرده که تو هر کدومش میلیون ها خورشیده و تو هر خورشیدی تعداد زیادی سیاره میچرخن، یه نیروی اینا رو درست کرده. ولی اون نیروی اگه بیاد به من بگی که روزی افتر تا بیا بگو که مثلا الله اکبر، خدا بزرگتر است، الله اکبر، خدا بزرگتر است، لا اله الا الله، خدا یکیست، خیر از خدا نیست، لا اله الا الله، که چی؟ هیچ نیروی خارجی به این به من همچین چیزی نگفته. ببینید باز در همون بحثی که میکردیم گفتم که همه خروسای دنیا قبل از طلوع آفتاب میرن میگن قوقلو قوقلو. آیا خدای یه خروس فرستاده نماینده گفته این خروس پیغمبر منه، تو برو به همه بقیه خروس ها بگو قبق 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 قبق، گفته که اون گفته که فلان، نه، میزین چجوریه توی مغزشون یه چیزی جاسازی کرده که اونا اوتوماتیک این کار بیکنن. توی مثلا فرض کنید زنبورا اصل، اون توی سلولا مغزشون یه چون کار کرده که و همه شون نونه های شیشگوش مساوی درست کنن، اصل اون تو ذخیره میکنن. وقتی نوزادی به دنیا میاد، حالا چه نوزاد انسان باشه چه نوزاد حیوان باشه، به معنی اینکه به دنیا میاد یک نیروی تو مغز مادر و نوزاد گذاشتن که همدیگر حس میکنن، همدیگر درک میکنن، با همدیگه برنامه میذارن، با همدیگه به اصطلاح شیر میده، شیر میخوره و هم کار میکنه با همدیگه. اینو گذاشته. اگه خدا بخواد به من یه چیزی بگه، لازم نیست که آقای محمد 1400 سال پیش اومده باشه اینو برای من گفته باشه. که اگه خدایی باشه به من بخواد بگه، خودش به من میگه.
نه اینکه بیاد بگه آه پرویز مینوی من میگم این کار رو کن، نه تو ذهن من یک کار میکنه که من اوتوماتیک اون کار بکنم. کما اینکه انسان ها همه آدم های خوبی هن، اگه ببینن یه نفر با یه نفر ظلم میکنه میره از مظلوم دفاع میکنن. چون میره تو خیابون میبینی یه نفر داره یه نفر بدجور میزنه، میره جلو، آه چرا میزنی؟ میزنی؟ این کسی به شما دستور نده این کار رو کنی. توی وجود شما اینطوری هست که ندارید یه نفر اونو بزنه. البته این به طور طبیعیه، ولی در اثر فشارهای محیط و اینا میتونه عوض بشه. مثلا فرض کنم، مثال دارم من، بوفالوها هر کدومشون یه شیری که میره اون وسط از یه دونه شاخ به کله بزنه، من دیدم کله میزنه یه دفعه اینطوری شیره رو پرت میکنن اونور، ولی میبینن وسط گله بوفالو شیره اومده یه بچه رو گرفته و یا مثلا کفتارا اومدن پای بچه رو گاز میگیرن که نتونه دنبال گله بره و گله عقب بمونه بگیرن بخورنش. بقیه میبینن اینا پای اون گاز میگیرن ها، ولی کاری نمیکنه، همون دیگه نگاه میکنه میرن. ولی بعضی حیوانات هم فرق میکنن. من دیدم دو تا بز توی تلویزیون نشون میده تو برنامه، دو تا بز بودن توی هم تلویزیون ایرانی، تلویزیون آقای شبخیز نشون میده، دو تا بز بودن داشتن میرفتن، عقابه خیلی گنده ای اومدی که از این بزا رو گرفت که ببره هوا، اون بز دیگه حمله کرد، هی عقاب اومد و بز رو یه ذره بلند کرد، مثلا نمیتونست پنجه‌هاش خوب جمع کنم تو چون اون بوده دیگه این مرتب حمله میکرد، برای مجبور شد ول کرد رفت، یعنی بوده رو با خودش نبود، در حالی که در همون جا نشون داد که بچه رو گرفت بلند کرده و پدرش داد میداد نمیم فلان فلان فلان، ولی بازم چیزش گیر نکرد تو لباس بچه، لباس پاره شد چیلوی شد، بچه هنوز به ارتفاع بالا نرسیده بود افتاد، در حالی که این میرفت بالا اگر هم میافتاد کشته میشد. حالا ببینید، من در گفتم ملیتم معلوم شد، ایرانی شدم، اسم فامیلم معلوم شد، پرویز مینویی شدم، مذهبم هم معلوم شد، شدم شیعه دوازده امامی. اتفاقا این مذهب رو اصلا دوست نداشتم. آخه شیعه دوازده امامی منطق نداره. از بچگی که ما میرفتیم مسجد به اون گفتن هرچی در دنیا سختی بکشی در اون دنیا وضعت بهتره. آقای این منطقه نه، آقای اون دنیا رو کی ثابت کرده؟ خانم آقای این که به برنامه جوش بود ایتون یه پیام داره، این پیام رو براتون بزنم، فکر من از همین مردم تیوی باشه. دوید در شما آقای میمونی، من علی خانی هستم، الان داشتم برنامهتون نگاه میکردم، شما گفتید مال طالبانه، من از شما یه دیگه هماهنگ داریم که مادر منم طالبانه بوده، خیلی خوشحال شدم از این. و بعد من برای مجله بیداری پیش را پول فرستادم و از این موقعی که پول فرستادم قبلش میفرستادم مجله، وقتی پول فرستادم دیگه مجله رو نمیفرستن، مرسی آقای علی خانی عزیز، سپاسگزارم ازتون. این آقای علی خانی حتما از مردم تیوی شنیده، من چون اونجا خودم معرفی کردم، بله، و در اونجا گفتم که من مادرم اصلیت شهر طالقان بوده و پدرم اصلیت شهر قزوین بوده و خودم هم در سبت وار به دنیا اومدم. اینجا اونجا گفتم، ایشون اونجا برای لطف دارید آقای علی خانی. ببینید آقای علی خانی، مجله بیداری یه مجله است که یه مقدار پول داره، پول لازم داره تا اینکه مجله رو از چاپخونه ببره به چاپخونه چاپ کنه. خودشون نوشته بودن که وقتی مطالب آماده میشه، مطالب که آماده میشه مثلا من اون تو مطلب می‌نویسم، پول که ما نمیگیریم که، همه اونا که کار میکنن
کمکم میکنن خدمت. بعد میبرن یه خانم خودشون نوشتن، یه خانم آقای سالخورده هستن که تایپ میکنن، اونا پول نمیگیرن، مجانی تایپ میکنن. ولی چاپخونه مجانی کار نمیکنه، پست مجانی نمیبره. پس وقتی بخواد بره چاپخونه، چاپخونه بیاد بیرون پست بشه برای افراد مختلف، این هزینه میبره. مثلا اون هزینه مقدار معینی آقای لشکری که نمیتونه مثلا از بره کار کنه، اونم بنده خدا همچین چیزی نداره که مثلا سرمایه دار که نیست که نمیدونم مقاصد دار که نیست که پول در بیاره پولش خرج بکنه. آقای مثلا سرنگوشنگ، سرنگ صدا، سرنگوشنگ بدین، خب ایشون یه بیزنس دارن، بیزنسشون پول در میارن، لطف میکنن، ایشون رهبر سازمان سرباز هستن، لطف میکنن، کمک میکنن به بعضی رسانه ها، دمشون گرم، خیلی هم آقا. ولی آقای سیاوش لشکری هم چه امکانی نداره، من میدونم که نداره. پس صبر میکنه که کمک هایی که مردم میفرستن، شما 20 دلار فرستادید، یکی دیگه 50 دلار فرستادید، یکی دیگه 10 دلار فرستادید، اینا جمع بشه برس به اندازه ای که ایشون بتونه بره چاپخونه بگه این پول اینو چاپ کنید، بعدم پست کنه. و تا این اتفاق نیفته نمیشه. اینی که من همیشه میگم کمک کنید، و ضمناً مجله بیداری، حالا اینجا فرصت افتاد من بگم، یک برد بسیار زیادی داره در ایران و در افغانستان و در مثلا تاجیکستان، ولی میدونم در افغانستان بسیار برد داره و یک تعدادی میره به افغانستان و افغانستان اونا رو، چون میدونه افغانستان اونجوری مثل ایران نیست، ایران این بفرستی بیداری رو برای هرکی بره پدرمون در میاره، ولی در افغانستان اینطور نیست، چون افغانستان آنچنان نظمی نداره، هر قسمتش یک شهرش یک قانونی داره، یه جوری میرسه برای یه عده، اون عده برای هر کدوم، برای مثلا 100 نفر 200 نفر ایمیل میکنن، و اونایی که میگیرن باز هر کدوم برای یه عده ایمیل میکنن و بسیار تعداد زیاد اونجا پخش میشه. در ایران هم یه سری ایمیلی پخش میکنن برای هم دیگه، تعداد زیادی پخش میشه. در تاجیکستان ایمیل میکنن برای هم دیگه، در امریکا و دیگر نقاط جهان با پست میگیرن، با ایمیل میگیرن، و اینا خیلی اثرش زیاده. منتها خب باید پولی برسه به اندازه بشه که ایشون بتونه بره اونو در بره. خب ضمناً آقای پارسا سوربی توصیه کردن که من بگم، من روزای چهارشنبه در این ساعت 5 تا 6 به وقت واشنگتن برنامه هم زنده است، ممکنه که شبش، فرداش، ویکندش تکراری باشه، ولی روز چهارشنبه زنده است. هر کس زنگ بزنه مستقیما میتونه این تلفن رو من بردارم و جوابش بدم، که بدونیم اقلا یه سری دارن گوش میدن، یه سری توجه میکنن. برای من در اون دینی که بر حسب تولدم به من داده شد از این دین ناراضیم. میگه یه پسر 5 ساله مونده که این پسر 5 ساله رو باید بریم، هیچ کسی هم شاهده برای این قضیه نیست. یک آقای امام 11 هم که گفتن امام حسن عسکری، که طبق نوشته آقای کسروی و دلایلی که آقای کسروی تبریزی دلایلی که آورده، میگه که این امام 11 هم در تمام نوجوانی و جوانی تو زندان بود و عسکرها یعنی سربازها ازش مواظبت میکردن و به همین دلیل بهش گفتن عسکری. وقتی مرد همه گفتن، همه فامیلش، دوستانش، آشنان کنن این بچه نداره، ولی اون ملت نادان منتظر بودن که یک امامی باشه یا پولی به امامه بدن، کمانی که مثلا میبرن میریزن توی قبر امام رضا. خب اینا فکر میکنن که با امام رضا که مرده، که 1300-1400 سال مرده، این پولاری که امام رضا نمیتونه برداره، که این پولا رو از اون تو در میارن میشمونن میذارن تو حسابای بانکی مثلا آستان تولیه. آستان تولیه هر این پولا رو هر جوری بخواد خرج میکنه. حالا اون پولی که میذارن اون تو نیست که، بلکه صدها برابر اون، هزارها برابر اون موقوفات امام رضا. هر کس تو هر شهری مثلا 5 تا باغ داشته، وقتی مرده یکش گفته وقف امام رضا، خونه داشته گفته وقف امام رضا، نمیدونم مغازه داشته چند تاش وقف امام رضا، این پول همه میره اونجا برام. آقای قبلا یه آقای
نایب تولیه اونجا بودن به نام آقای واعظ توسی. واعظ توسی البته عمرشون تموم شد، ولی وقتی زنده بودن یه دفعه مریض شدن، یعنی چند دفعه مریض شدن، یه دفعه تصمیم گرفتن برن خارج، یک طبقه ای از هتل رو اجاره کردن و رفتن توی ایران، چون که خودش که تنهایی نرفت، با پرستاراش و دکترش و فامیلش و آشناهاش و یه دی زیادی رفتن اونجا. رفتن خب آخه مردم اینجا تو عیب نداره، اونی که این پول شما رو میگیره میخوره به معجزه این اعتقادی نداره، برای معالجه میره لندن، شما این ساده دل به معجزه اون باور میکنید؟ آخه امام رضا اگه امام بود، اگر رابطه‌ای با خدا داشت، اگه چیز داشت که اگه عقلش کم نبود که گول بخوره که مأمون بهش گفت تو بیا معاون من، ببخشید ولیعت من بشو، قبول کرد من ولیعت تو، باور شد آقای امام رضا، باور شد که مأمون اینو ولیعت میکنه، وقتی مأمون مرد به اصطلاح خلافت از خانواده عباسی منتقل میشه با خانواده امام رضا، یعنی مثلا خانواده مثلا هاشمی. بعد مأمون وقتی پایه های حکومتش محکم شد، وقتی که طاهر ذوالیمینین رفت براش سر برادرش رو کند آورد جلوش گذاشت و فلان اینا، خلیفه شد، جای برادر رو گرفت، همه کار شد، به امام رضا گفت از این بعد دیگه تو ولیعت من نیستی. آقای امام رضا میگن انگور مسموم خورد مرد، یا آب انگور مسموم خورد مرد، یا شراب خورد مرد. آخه اگه امام بود که میفهمید این انگور مسموم میگه؟ برات دین مذهب شیعه طوریست که باید خودتو به قضا بسپاری. مذهب شیعه این طور نیست، بسیاری مذاهب این طوریه. مذهب بودایی اونم باید خودتو به قضا بسپاری، باید دل به چیزی نبندی، برای که بودا پادشاه بود، یعنی پادشاه ببخشید ولیعهد بود، قصر داشت، زن داشت، بچه داشت. یه دفعه گفتش که اگه بچه من بمیره من خیلی قصدار میکرم برم یه کاری کنم که جلوی ریشه قصه رو در دل مردم بخوش کنم. رفت بالاخره یه سال فکر کرد و نشست و دوباره نشست و دوباره فکر کرد و دوباره گفت این دفعه از جنپا نمیشم تا راحلش بگم. بالاخره فهمید که باید به چیزی دل نبندی تا وقتی از بین رفت قصدار نشی، یعنی ضد آبادسازی. زردوش میگه باید آبادسازی کنی، نگه به چیزی دل نبندی. آقای مانی پیغمبر، آقای مانی پیغمبر گفتش که من اینی میگم چون خیلی ها نسبت به مانی یک حساسیتی دارن و فکر میکنم مانی فیلسوف بزرگی بوده یا چیزی بوده. مانی توی کتاب تاریخ کامل ایران به قلم آقای دکتر عبدالله رازی صفحه 105، حالا شاید 104 یا 106، ولی به هر حال شرح زندگی مانی رو میتونی توش پیدا کنید، که اصلا صفحه شما ندارم میتونی بگردی پیدا کنید. میگه که مانی اومد به مردم گفت که خداوند فرشته رو بر من نازل کرد و اون فرشته گفت تو باید گوشت نخوری، شراب نخوری، با زن هم خوابه نشوی. البته این دستور برای مانی و بزرگان دین بود، مردم عادی همه کارا نمی‌تونن کنن، ولی بزرگان دین مثل کاتولیکی کشیشه نباید زن بگیره. خب کشیشه که وقتی زن نمیگیره، آیا اون نیروی مردانگی، اون نیروی اون جنسی، اون نیروی شهوت درش هست یا نیست؟ اگه هست که وقتی زن نگیره یا راهبه ها رو بچه دار میکنه، مجبورن بچه هاشون بدن توی توالت، یا دیگر کشیشا با هم، یا بچه های مردم، اینا رو من عوض کردن. مارتین لوتر اومد گفت نه کشیشا باید زن بگیرن و بسیاری چیزها رو عوض کرد. ببینید دین مسیح میگه این وقت صورت زنن، این وقت شما میگی بزنن، اگه پیرن تو خواستن کتوتن در بیار بده. خب دستورات خوبی نیست. اون که این وقت صورت میزنه اون نیروی اهریمنیه. من باز میگم نه اینکه اهریمنی وجود داره، نیروی بدیه.
اونی که اینور صورت چک میزنه بی خودی این نیروی بدیه، تو نباید اون ورشو میگیر بزنی، باید از خود دور، از خودت دورش کنی، نه اینکه حتما یه چک زد تو هم یه چک بزنی، ولی به هر حال از خودت دفاع کنی، نذاری دیگه دو دفعه دوم بزنه. و اگر قصد کشتن دور داره تو باید بکشیش، کسی که اومده تو رو بکشه و میدونی که از نیتش عدول نمی کنه تو باید بکشیش. در امریکا دفاع از خود، اگه چه در شما با افتی اومد بیرون تو شما میتونی بزنی بکشی، هیچ گناه هم نداری. این چیه؟ این آموزه زرتشتیه، نبرد با بدی ها. خب در شیعه میگه خودتو بسپر دست قضایا، این دنیا چقدر بدی دیدی اون دنیا خوبی میبینی. آخه کی از اون دنیا آمده تا ما ثابت کنه خودی خوبی میبینیم؟ مگه علکی هم میشه گفت جهنم است؟ پاپ، آقای پاپ فرانسیس در ماه فوریه گفت نه سوزاندنی در کار نه جهنمی در کار. پکه من مرد فهمیده ایه آقا، میشه خدا آدم ها رو به خلق کنه بعد بسوزوند؟ چون اگر یک انسانی خلق شده که بعد از کار در اومده، یعنی مثلا فرض کنیم که تجاوزگره، میره مثلا کودکانو بهشون تجاوز میکنه، خب این بده؟ خب اینا اگه خدا این خلق کرده، خدا باید به خودش بگه من چرا اینطوری درست کردم، بیا وردار اونو بیاره پیچ مراهاشو جا به جا کنه، درستش کنه که اینطوری نباشه. اگر آقای تویوتا یه ماشین درست میکنه که ماشین ایراد داره، زنگ میزنه آقا بیا دم من این ماشین ایراد داره، بیردن درستش کنن. اگه شما آفتاب ساز باشید، یه آفتاب درست کنید که سوراخ باشه آبش بره، ور میدارید با چوب به جون آفتاب میفتید میزنیدش، باید به چوب به جون خودتون میفتید بگید من چرا آفتاب بعد درست کردم. برحال در اون داستان که براتون گفتم، نرگس اگر به باورهای زردشت توجه می‌داشت، می‌فهمید که با بدی‌ها باید بجنگه. بدی‌ها همون چاق شدنه، بدی‌ها همون فشار بالا رفتن، قند بالا رفتنه، با اینا باید بجنگی. نمی‌تونی بگی آ من خودم به دست تو می‌سپارم هر چی شد شد. نه ببینید، من یه نفر مثلا سیگار می‌کشه، درست؟ همینطوری سیگار هیچ حالت نشهی نداره، یعنی مثلا شما مشروب میخورید یه نشهی میشید، لذتی میبرید، حالی میکنید، ولی سیگار همینطور دود میره هوا. شما اگه سیگار نکشید هیچ اتفاقی در بدنتون نمیفته. اما اگه مثلا معتاد به فرض کنید که هروئین باشید، اگه نکشید در بدنتون یه اتفاقات میفته، دستاتون میلرزه، کلتون چی میشه، گوشاتون چی میشه، برحال من نمیدونم، یه اتفاقاتی در بدن تو میفته که شما مجبور میشید که برید دوباره به طرف اون هروئین. در نتیجه شما اگه هروئین بگید من نمیکشم با آسونی نیست، ولی سیگار بگید نمیکشم به همین آسونیه، میتونی نکشید. شما میتونید به خودتون تلقین کنید که این سیگاری که من دارم میکشم این مثل عقرب میمونه که من برم جلو این نیش میزنه، به بدن من نیش میزنه، نیشیشو نمیبینم ولی ریه من خراب میکنه، چشمم و پس فردا مکولر دژنریشن میشم و بدنم اینجوری میشه و هزار اتفاقات برام میفته. بعد و لذا من این عقرب رو نمیبرم به خودم نزدیک کنم که من نیش بدن، این من عقرب رو پاره میکنم میرزم توتوناشو میرزم در این یه لغزم گوش میزنم. نرگس اگه فکر میکرد که این برنج برای من بده نباید بخورم، این ماکارونی برای من بده، این سیبزمینی برای من بده، این شیرینی برای من بده نباید بخورم، نمیخور، هیچ اتفاقی نمیفته. بعضی انسان ها هستن که استعداد اینو دارن چاق بشن. در ماجرای حقیقی نرگس و کاظم، کاظم برمیزه نسی غذا میخور، برمیزه نرگس غذا میخور، ولی کاظم چاق نمیشد، بدن شیطور بود که چاق نمیشد، اما نرگس که میخور چاق میشد و اینقدر چاق شد که دیگه نیتون سرا بره و افتاد. خب این باید فکر میکرد که نبخور، من خودم مثلا فرض کنیم که همین دیشب
خانم من یه خوراک لوبیا درست کرده و لوبیا سر با گوشت و اینا برای من یه کاسه اینقدی کشون. گفتم من این زیاده برای من. بردم نصفشو خالی کردم با اون نصفشو خوردم. حالا ممکنه شما میگید که وقتی ما میخوریم اونقدر احساس میکنم هنو گرست نیم. هر کس برای این جبران هنوز گرست نیم یه راه حل پیدا کنه. من راه حل اینطوری پیدا کردم که یک ذر از این پنیرهای فیاد پلینایی که مثل کرم نرمه میارم، یه چاقو رو نکش میدنم و اون یه ذر میخورم. سه دفعه که این کار میکنم دیگه احساس گرستگی میره و دیگه گرستگی احساس نمی کنم. ولی خب اگه بخورم دوباره احساس گرستگی و باید یک مقدار زیادی بخورم. با مقدار زیاد بخورم فردی که برم رو وزنه میدنم دو پوند وزنم رفت بالا. پس بنابراین زندگی مبارزه است. باید مبارزه کنیم با نیروهای بد. زیکا یک ویروس بدیه، باید مبارزه کنیم. ببینید وقتی اونجا دردوش میگه اهریمن و اهورامزدا هست، یکی چیزای خوب با آدم میده یکی چیزای بد میده. اهریمن و اهورامزدا واقعا وجود نداره که اهریمن اونجاست اهورامزدا اونجاست اهورامزدا میگه بیایم بریم جنگ، من برم جنگ اهورامزدا بگه این توفنگ رو بگیر از اینجا چلی کن. اینجوری نیست. بدی و خوبیه برای ما، یه سری بدی اتفاق میفته یه سری خوبی اتفاق میفته. با بدی ها باید بجنگیم، نمیتونیم نجنگیم، نمیتونیم ولش کنیم، نمیتونیم مثل پیروان دینی شیعه بگیم آن قضا و قدر هرچی از همونه. اولا که شما که میگه قضا و قدر همونه، پس چرا این همه نماز دعا میخونیم؟ پس اگه بناس برید بهش میرید دیگه، نماز خوندن نداره. اگه بناس برید جهنم میرید. تازه این نمازی که میخونید که این همش که دروغ میگید، خدا بشون به خدا دروغ تومن میگید، خودتون دروغ میگید. اولا که از اولش که میگید اشهد ان علی و ولی الله، آخه یعنی چی؟ فکر میکنید چی دارید میگید؟ یعنی من شهادت میدم که علی بزرگتر خداست. اشهد ان، اشهد یعنی شهادت میدم، ان یعنی من، اشهد ان یعنی من دارم شهادت میدم. علی یعنی همون علی پسر علی طالب، ولی یعنی بزرگتر، ولی الله یعنی بزرگتر خداست. مگه این آقای خامنه‌ای نمیگه من ولی مؤمنانم؟ ولی مؤمنان یعنی چی؟ یعنی بزرگتر مؤمنانم دیگه. مگه نمیگه من ولی فقیه هم؟ ولی یعنی چی اونجا؟ یعنی بزرگتر. من ما بچه بودیم میرفتیم مدرسه یک کار برمیکردیم نمیگفتم برو ولیت بیار، ولی یعنی بزرگتر بیار. نمیگفتم برو پدرت بیار، بلکه میگفتن شاید بچه پدر نشه باشه. نمیگفتم برو مادرت بیار، گفتم بچه شاید مادر نشه باشه. نمیگفتم برو عموت بیار، گفتم برو ولیت بیار، برای که هر بچه یه بزرگتری داره دیگه. اگه خونه خواهرش زندگی میکنه، خونه برادرش زندگی میکنه، خونه پدر مادرشه، خونه عموشه، خونه دایش، بالاخره یه بزرگتری داره. میگفتم برو ولیت بیار، بزرگترت بیار. ما میگیم اشهد ان علی و ولی الله. پس ما هزیو میگیم، هزیون، هزیون یعنی حرفای بیمعنی. پس میگیم الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتره. دوباره الله اکبر، خب یه دفعه گفتی دیگه، دوباره خدا از چی بزرگتر است؟ لا اله الا الله یعنی خدایی نیست خیر از خدا، اللهی نیست خیر از الله، لا اله الا الله اللهی نیست خیر از الله. الله که عربا اونه آخر گاهی ته تلفظ میکنن، یکی از بت‌های اون بتخانه کعبه بوده. همین چهار دیواری که شما میرن اینا مردم نادان میرن دورش میچرخن با اون سنگ سیاه میرن بوس میکنن، این به اصطلاح بتخانه بوده. این میگن اول میگن گوسفند فروشی بوده، میگویند میگن ابراهیم، اما ابراهیم خلیل الله هم پیغمبر بزرگ، میگن گوسفند فروش بوده و مردم میرسن بچه هاشون رو در راه خدا قربانی میکردن. این بعد میذاره پسر خودشو میبره توی بیابون، چاقو رو میذاره به گردن پسرش، بریده نمیشه، چاقو کن میشه. آه چاقو کن میشه چیه؟ فرستادن آقای دکتر بختیار، شاپور بختیار رو با چاقوی نونبوری
سرشو بریدن، یعنی چه آبه چقدر کندن باشه اینطوری بکشه بکشه بالاخره کلن برینی باره دیگه چاو کن شد هرچی کشید گردن کله بچه رو نبارید. بعد یه گوسفند افتاد اونجا، گوسفنده رو برد کله شو چاو تیز شد برید. بعد من گفت من میخواستم بچه هم بکشم، خدا گوسفند رسد گفت بود شاهدی از اونجا فیلمی گرفته شده، کسی بوده اونو دیده، یک کسی از خودش اومدی حرف داده دیگه. میگوین چه این وسیله اون تجارت ابراهیم خیلی قوی شد و تجارت گوسفند خیلی فروش گوسفندش رونق پیدا کرد، اومد اون خانه کعبه رو ساخت که اونجا جای گوسفندونیش باشه. حالا کار نده، وقتی آقای محمد بچه بود اونجا چه بود؟ اونجا بتخانه بود، یکی از اون بت ها اسمش لات بود یا الله بود، ال که میدونی ال علامت به اصطلاح معرفه بودنه، اللات. خب محمد ابن عبدالله، خودش محمد بنده این خدای سنگیت، یعنی وقتی محمد به دنیا آمد پدرش اسم اینو گذاشته بود بنده این بت، محمد ابن عبدالله، عبدالله یعنی پدر محمد اسمش بنده اون بود بود. حالا چیکار میگم؟ عبدالله یعنی بنده اون بود که اسمش لات بود یا الله بود. خوب. پس بنابراین ما میگیم لا اله الا الله، اللهی نیست غیر از الله، یعنی چی؟ بعد میایم شروع میکنیم به نماز، روزی 17 رکعت نماز میخونیم، بعد میگیم که به نام خداوند بخشنده مهربان. خدای بخشنده مهربانه این جهنم رو کی درست کرده؟ خدای بخشنده مهربانه جایی میگه میسوزوننتون، چرا میگه گوشتتون که سوخت دوباره پوستتون که سوخت دوباره پوست میدادن بردون تا دوباره بسوزی؟ برای این مهربانی این کارا چیه؟ خودش ما رو بد خلق کرده، ما کار بد میکنه، ما رو میخواد بسوزونه. آقای خدا خودتو بسوزون، تو ما رو خلق کردی بر حسب روایت مسلمان ها. حالا درباره نماز و قرآن وقت یاده دفعه بعد بحث میکنیم، بریم الان روی همون آقای کاظم و خانم نرگس. ببینید این داستان که گفتم، این داستان که گفتم واقعیه، یعنی عین این آقا عین اون خانم وجود داشتن و من دیدمشون. حالا ممکنه که تو خانواده شما مثلا یه خانم پولدار بوده، زمین داشته، فلان داشته، این نبوده، یه جور دیگه بوده، ولی این که یک خانومی یا یک آقایی بهش بگن آقا تو مثلا کله پاچه نباید بخوری و بعد اون میگه خدا هر وقت قضا و قدر هر وقت نوبت مرگ من نوشته شده من میمیرم، چه کله پاچه بخورم چه نخورم فرق نداره. یا آقای یه زمانی من در این شهر یه رستوران داشتم، یا آقای مشتری ما بود گفتش که مینوی، گفتم چیه؟ گفت رفتم دکتر، دکتر گفته که نباید کله پاچه بخوری، کلسترول خیلی بالا رفته. گفتم خب دکترت خوب گفته، درست گفته دیگه، نباید بخوری دیگه. گفت نه میدونی چیکار کردم؟ گفتم چیکار؟ گفت دکترم عوض کردم. حالا نمیشه این کار کرد که باید وقتی اون چیز بده باید با باید آموزهای زردشت، میگه آبادسازی، میگه عدل، داد، داد یعنی عدالت یعنی اجرای قانون، بعد میگه که دهشمندی، بعد میگه که اومد شادزیستی، با شادی زندگی کن، بعد کمک کن با بدی ها بجنگ. ما باید اینا رعایت کنیم. زندگی نیست که بیان پیرنت بدن بگیم کتن بده، نه، باید با بدی ها بجنگیم. زندگی این نیست که ما شراب نخوریم، گوشت نخوریم، با زنان رابطه نکنیم، یعنی خانواده درست نکنیم، بچه دار نشیم، نه، این درست نیست. باید همین کار را داشته باشیم، با بدی ها بجنگیم. زندگی این نیست که بیایم مثلا سیگار بکشیم بگیم هرچی شد شد، باید با بدی ها بجنگیم، باید این رو بذاریم کنار،
باید موادی که برای بدن ضرر داده بذاریم کنار، باید مواد قندی که باعث باعث میشه در بعضیا وزنشون بالا بره، اگه وزن بالا نمیره قند میسوزونیم. ولی خب میدونید مشکل اینه که متوسط سن رفته بالا، مثلا در بدن یه چیزی ترشح میشه به نام، امروز میگن CoQ10، یعنی CO Q حرف Q 10 10. خب این در بدن ترشح میشه، این باعث میشه که بدن سوخت و ساز کنه، انرژی داشته باشه. وقتی میرسی سنت بالا میره این ترشح کم میشه ترشح نمیشه. خب قدیم متوسط سن مثلا شاید مثلا فرض کنی که زمانی که پدر بزرگ من زندگی میکرد متوسط سن 45 سال بود، الان متوسط سن مثلا 95 سال یا 80 سال با کشورهای مختلف فرق کنه. وقتی سن میره بالا با عوامل بهداشتی سعی میکنن که افراد سالم بمونن، نه اینکه سن بره بالا مثل خانم نرگس بیفتن دست و پا بیفتن، مثلا فلج بشن و موشه بیفتن، یا مثلا هندیکپ بشن نتونن تکو بخورن، نه سالم باشن. وقتی سالم باشن یعنی ورزششون رو بکنن، پیاده رویشون رو بکنن، غذاهاشون مواظب باشن، اینا باشن که سالم باشن، بعد حالا سنشون بره بالا. سنشون بره بالا به یه جایی میشه این کوکیوتن ترشح نمیشه، ترشح که نمیشه باید اینو یه جوری به بدنمون برسونیم. ما باید فکر کنیم اینکه این ترشح نمیشه، اینکه انرژی ما کم میشه، این بدیه، این کار اهریمنیه، باید به این کار اهریمنی بجنگیم. زندگی جنگه، باید بجنگیم. وقتی که جنگیدیم یعنی مثلا فرض کنیم مثال بزنم جگر کوکیوتن داره، خب گاهی جگر بخورم، اصلا کوکیوتن رو بخریم بفروشن تو داروخانه. این دکترای ایرانی هم مثلا توی تلویزیون ها اینا میفروشن، داروخانه ها میفروشن، بخریم. حالا یه بستهش ممکنه که مثلا قیمتش 40 دلار باشه، ولی خب این همه شما خرج میکنید، 40 دلار هم بدید برای بدنتون، برای سلامتتون، با دکترتون مشورت کنید، بگید من کوکیوتن میخوام بگیرم، اون شاید بگه آه یه غذایی رو بگی بگی اینا رو بخورید، کوکیوتن در بدنتون میره بالا، و به هر حال مسائلی نزدیک خبید. خب من بسیار متشکرم از شما خانم و آقایون که به این برنامه توجه کردید، امیدوارم که دفعه دیگه من چهارشنبه که دیگه در خدمتتون هستم آماده باشید، یک تلفنی بکنید، حداقل یک دلگرمی به ما بدید. و از جناب پاستا صوبی در اتاق فرمان بسیار سپاسگزارم که برنامه کارگردانی فنی کردن. لازمه بگم که از آقای سم سخاوتی دوست عزیزم که این دوربین ها رو عوض کرد، تمام سیما رو عوض کرد، سیمای قدیمی نیست، این سیمای HD میگن، این سیمای HD همه چیز رو عوض کرد و کلی زحمت کشید. 3-4 ساعت با من اومد اینا رو خریدیم، اومدیم یه روز 3-4 ساعت کار کرد، کامل نشد، دوباره اومد 3-4 ساعت کار کرد، بعضی از اونایی که خریدیم غلطی بود بردیم عوض کردیم، تو صفحه پس دادن تو فلان، برای کلی زحمت کشید تا این چیز رو درست کرد. و امیدوارم که آقای صحابی که گفتن تصویر و صدا بهتره، امیدوارم شما این احساس رو داشته باشید. برحال خیلی دیره. الو 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 چنان صحابی بفرمید، خیلی خوش آمد. ممنونم از شما، چون گفتید دوستان زنگ بزنم، من فقط زنگ بزنم اتفاقا همین دوستمون که شما گفتید، منم میخوام ازش تشکر کنم که صدا و تصویر عالی شما لطف کردید، این پرچم رو از پشت سر آوردید گذاشتید، اون به نظر من حقیقتا یه چیز درستی هم نبود، این کاری که شما الان میکنید خیلی درسته، خیلی خوشم میاد شما هر هفته هم گل رو دارید، گل تازه اونجا و تصویر و صدا واقعا عالی و خوب بود. از قول من از این دوستمون تشکر کنیم، حتما دوستان دیگه هم توی تلویزیون ایتو به شما میگن که دیگه صدا اون اشکالی رو که مثل یه هلیکوپتر اونجا صدا میداد نیست. من بازم ممنونم و برنامه شما رو میبینم و لذت میبرم. مرسی. شما لطف دارید جناب صوبی، خیلی ممنونم ازتون، سپاسگزارم. با امید دیدم. بله خب من در اینجا برنامه رو به پایان میبرم، برای همه شما عزیزان شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.